توماس بورگین موتور سواری که خیلی زود به انتهای جاده زندگی رسید. این موتور سوار فرانسوی فقط 25 سال داشت و دیروز در هفتمین مرحله رالی داکار بر اثر برخورد با خودروی پلیس شیلی جان خود را از دست داد. این حادثه در کیلومتر 237 مرحله هفتم و قبل از ورود مسابقه دهندگان به آرژانتین روی داد. پلیس شیلی گفته بورگین به علت ناتوانی در کنترل موتورش کشته شده. موتور سوار به سمت راست منحرف شد و پس از عبور از خط فاصله بین دو باند جاده با خودروی پلیس برخورد کرد. توماس بورگین در بخش موتور سواران رده 67 رو در اختیار داشت و در رالی سال 2011 چهارم شده بود. رالی داکار به دلیل مسیرهای دشوار همواره با حوادثی همراهه. دو روز پیش بود که در برخورد یکی از خودروهای پشتیبانی با یک دستگاه اتومبیل در نزدیکی مرز شیلی و پرو دو نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. از زمانی که این مسابقات به دلیل ناامنی در افریقا به میزبانی کشورهای امریکای جنوبی برگزار میشه، 59 نفر از جمله 20 تماشاگر کشته شدند. سال گذشته خورخه مارتینس بوئرو موتور سوار آرژانتینی در همان روز اول مسابقات در یک سانحه کشته شد. امسال مقامات برگزار کننده 150 مأمور امنیتی و 60 پزشک و جراح را استخدام کردند. 5 بالگرد و 10 آمبولانس را هم شبانه روزی به خدمت گرفتند.